طالبان چهار رایی های مشهور زابل را به نام افراد این گروه تغییر دادند. رویداد ترافیکی در بدخشان 7 کشته و 14 زخمی بر جا گذاشت. درگیری خونین بین نیروهای تابندان مسلح طالبان و مردم عام و بدفاع آغاز شد. مشروع خبرها منابع محلی در زابل می گویند که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت نامهای 3 چهارایی بزرگ و مشهور زابل را به نام افراد این گروه تغییر داده است. منابع محلی روز یک شنبه می گویند که چهارایی عمومی زابل و چهارایی های جنرال آصف توخی و جنرال عبدالرازق از مکانهایی است که طالبان آن را تغییر نام دادند. طالبان چهارایی عمومی زابل را به نام ملا مدد، چهارایی جنرال آصف توخی را به نام منصوری و چهارایی جنرال عبدالرازق را به نام عبودوجانه نامگذاری کردند. به گفته منابع چهارایی های کسای طالبان در زابل تغییر نام داده شده از مکانهای مشهور با نامهای قبلی آن است، اما طالبان آن را به نام افراد این گروه تغییر دادند. تغییر نام مکانها از سوی طالبان در زابل و دیگر ولایت‌ها بی پیشینه نیست. این گروه پیش از این نیز پارک موسوم به ناکامورا را در محوطه دانشگاه زابل به نام ملا روزی خان آکف تغییر دادند. همچنان طالبان دورایی بگرام در شورای کابل پروان را به نام ملا حسن از افراد انتحاری این گروه تغییر دادند. رویداد ترافیکی در بدخشان 7 کشته و 14 زخمی بر جا گذاشت. منابع محلی از ولایت بدخشان در شمال شرق کشور میگویند که در نتیجه رویداد ترافیکی در این ولایت 7 تن کشته شده و 14 تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد عصر روز جمعه 22 اسفند در روستای باغ مبارک ولسوالی خاش بدخشان رخ داده است. بر اساس اطلاعات منابع این رویداد مرگبار در پی انحراف و واژگون شدن یک اراده موتر نو فلانکوچ به وقوع پیوسته است. وضعیت شمار از زخمیان وخیم گزارش شده است. گفته شده که موتر یاد شده از ولسوالی خاش به سوی ولسوالی بهارک بدخشان در حرکت بوده است. اوقای رویدادهای ترافیکی اخیراً در ولایت‌های شمال شرقی کشور افزایش یافته است. هفته گذشته نیز در پی دو رویداد ترافیکی در ولایت‌های تخار و بدخشان بیش از 20 تن زخمی شدند. درگیری در بدخشان. منابع محلی میگویند طالبان 3 نفر را در ولسوالی درایم به ضرب گلوله کشتند. منابع محلی میگویند که درگیری طالبان با مردم در ولسوالی درایم بدخشان دست کم 3 نفر کشته و تعداد زخمی شده است. مقام‌های محلی طالبان درگیری را تایید کرده اما درباره تلفات چیزی نگفتند. با گفته منابع این درگیری زمان رخ داده که طالبان برای تخریب مزارع کوکنار به محل رفته بودند. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان بر رسانه افغانستان انترنشنال گفت که عبدالغنی فائق ولی پیشین طالبان در بدخشان و معین وزارت عدلی این گروه که از ولسوالی درای می باشد برای بررسی موضوع به منطقه سفر کرده است. منابع می گویند درگیری در جریان تطبیق تخریب مزارع کوکنار پس از آن صورت گرفت که یکی از افراد محل در اثر شلیک طالبان زخمی شد. با گفته این منابع مردم خشمگین از 6 قریه بر طرف طالبان یورش بردند و شیخ اعجاز ولسوال دائم در آیم به افرادش دستور شلیک داد که در نتیجه 3 نفر به نامهای عبدالمجید، قطب الدین و ضیاءالرحمن کشته شدند. چگونه ملای کمسواد قندهاری ناگهان امیرالمومنین شد؟ ادامه‌اش. اکنون که طالبان به پیروزی رسیدن، نیاز دارند در ذهن و ضمیر مردم که عضویت گروهشان را ندارند نیز روایت خود از دین و جهان را بقبولانند. آنها تصور میکنند که داستان سرایی و خلق روایتهای ماوراءطبیعی یکی از راههای کوتاه برای مطیع کردن رعیت است. این همه تأکید طالبان بر معنویت و مقام شامخ روحانی ملا عمر بیانگر این است که هنوز هم طالبان برای تقویت روابط خود با ملا عمر ضرورت احساس میکنند. مردم عوام افغانستان ناتوانتر از آن هستند که صحیح و سقیم را از هم تمیز دهند و برخورد انتقادی با روایتهای متفاوت داشته باشند. روایتهای اینچنین به فراخور درک توده ها ساخته شده و با آسانی میتواند در فکر مردم رسوخ کند. ملا عمر شخص مرموز، گوشگیر و منزوی بود و در گرد همایی ها چندان دیده نمیشد. عکسگیری و فیلمبرداری را حرام میدانست و به همین دلیل در کل زندگیش فقط یک تصویر معتبر از او باقی مانده است. پرمز و راز بودن ملا عمر زمینه را برای گسترش شایعه ها و افسانه ها در میان هوادارانش فراهم آورده و از او قیدی ساخته است. ملا هیبت الله خانزاده رهبر فعلی طالبان هم به الگوگیری از ملا عمر میکوشد حاله از تقدس و ابهام را در پیرامون شخصیت خود ایجاد کند.
او همانند ملا عمر از پخش شدن تصویرش توسط رسانه‌ها ابا می‌ورزد. ضایع نشدن ملا هیبت الله در برابر دوربین رسانه‌ها برخاسته از نگرانی‌های امنیتی هم است، اما دسترس ناپذیر بودن رهبر این مزید را دارد که آب و هد و عظمت وی را در میان هواداران بیشتر کند، مخصوصا اگر آن رهبر متعلق به سازمان باشد که فرد محور است و هم صلاحیت‌ها و قدرت در دست یک نفر گرد آمده است. چنین سازمان‌هایی برای پارچه پارچه نشدن خود به رهبران پرقدرت نیاز دارند. بعض اوقات شماری از صاحب نظران که دغدغه اصلاح و بهبود وضع جامعه را دارند و قصد دارند راه‌های میانبر و کم هزینه برای برقرار گرفتن کشور در مسیر توسعه و تکامل بیابند، این موضوع را پیش می‌کشند که شیوه درست مقابله با افرادگری و خشونت روی آوردن به افکار و عقاید عرفانی و تصوفی است. در وهله اول این حرف قابل قبول به نظر می‌رسد، اما اگر مورد طالبان را بررسی کنیم درمی‌یابیم که قسمت بزرگ از نیروهای طالب به سلسله‌های تصوفی و خلیفه‌های طریقت وابسته هستند. اما نه تنها از خشونت و افرادگریشان چیز کاسته نشده، بلکه این گروه در خشونت ورزی گوی سبقت را از دیگران ربوده است. شاید فقط گروهی که حق داشته باشند خود را در خشونت گستری رقیب طالبان بداند گروه داعش است. با توجه به این نکته می توان مدعی شد که اندیشه های عرفانی و تصوفی در شورزار افغانستان حاصل سودمند نمی دهد. این سرزمین عقب مانده هر فکر را به رنگ خود در می آورد و به سرعت آن را به تباهی و آلودگی می کشاند. ترس طالبان از آزادی بیان. آزادی بیان شالوده تمام آزادی ها است. فقدان آزادی بیان نشانه محرومیت مردم از آزادی های عقیدتی، سیاسی، تعلیمی و فرهنگی است. اگر حکومت بخواهد فضای آزادی بیان را در جامعه مساعد گرداند، ناگزیر است راه را برای تحقق دیگر آزادی ها باز کند. انجام این کار از طالبان بعید است. تسلط طالبان بر افغانستان سبب شده که فضا بر آزادی بیان تنگ شود. در این مدت آنان تلاش های زیادی برای نابودی آزادی بیان به خرج دادند. برای رژیم مستبد ضد بشری و متعصب طالبان کثرت و تنوع پذیرفتنی نیست. آنان موازین حقوق بشری را قبول ندارند. به همین دلیل آزادی بیان برای آنها ارزش ندارد و وجود این آزادی را برای بقای خود خطر محسوب میکنند. وقت آزادی بیان در جامعه حاکم باشد، مردم از موقعیت خیش و اوضاع محیط اطرافشان آگاهی حاصل میکنند. زمانی که مردم حق بیان اندیشه و حق اعتراض را داشته باشند، به صدای همدیگر گوش میدهند، فرصت انتخاب به دست میآورند و در جستجوی تغییر میشوند. به همین سبب طالبان وقت به قدرت برگشتن آزادی ها را محدود کردند. آنان مانع اعتراضات مشروع مردم شده و نشر و پخش اطلاعات را سانسور کردند. اکنون در داخل افغانستان صدای منتقدان و مخالفان خاموش شده است. رسانه های افغانستان پس از تسلط طالبان. با تسلط طالبان رسانه های افغانستان با ممنوعیت ها و محدودیت های بیشمار از جمله سرکوب، سانسور و حذف مواجه شدند. سانسور که مصداق بارز دشمنی با آزادی بیان از بطور گسترده توسط طالبان اعمال می شود. هرچند وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ادعا دارد که قانون رسانه ها همگانی و پابرجاست و به گونه هم از رسانه ها خواسته است که به قانون رسانه ها عمل کنند، اما عملا دیده می شود که در پیش این حرفا عالمی از ممنوعیت وجود دارد و برای رسانه ها و روزنامه نگاران محدودیت های را به دلخواه خود وضع کردند. و از این محدودیت ها در کنار دیگر عوامل سبب وخیم شدن وضعیت رسانه ها در افغانستان شده است.